غم در من لانه کرده، اندوه کنم را فکرم مال آهنگ گل یخه. نه گل شیر دیگه است. آیسان در اخبار شبکه 23. به نظر شما علت اصلی جنگ دکتر اسلامی دنیا چیه؟ تمام جنگ‌های بزرگ دنیا سر کس رخ داده بچه‌ها. اگه اینو بریم تاج در بیاریم، جز انقلاب ایران که خودمون خواستیم خودمون رو کس کنیم. من چیز دیگه بقیه همه خوب سر کس بوده. راننده پژو 206 توقف کن. آی چه زرواریه این. سلام برادر میناموز دلبر مسخره میگه. ما هم همین حسو داشتیم، فقط لاک پشت اینجا نه. اینجوری که دارم میبینم همه اون انقدر تنبلی مریض میشیم پول دارشیم. آخ من چه کارم؟ من کی هستم؟ بنده یه راننده تریلی هستم. ماشینم از خودم نیست، خونم از خودم نیست، هیچ کاروباری هم ندارم. کلا میم ساختن راجب جنگ جالب نیست، ولی چند تا رو قبلا دیده بودم خیلی گاده. من این احوال آشفته که دریا با دل قطعش کن. قربان خدمت شما. دست شما درد نکنه. قربون شما، سلامت باشید. ببخشید درم میذاریم؟ در ظرف رو گفتم. آه بله 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 ببخشید. وقتی کل شهر نجات میدین ولی با زورو و شرک اشتباه میگیرنتون. چه زهره باری. امیر یه دختره هست، بگو رفیق شوکه کنه. بذار حرفمو بزنم. داش دختر دیگه، خدای بگو رفیق شوکه کنه. دست skip skip but when does this game get fucking good. مواظب خودتون باشی، لوکیشن هممونو دارن. منطقیه؟ همش فیکه، باور نکنید. اول اصلا بکشید بیرون. دوست دارید بهتون یاد بدم چجوری میتونید رو پای خودتون واسید مجازی اون داستان رو همه رو بیزی دور؟ واسم کامنت بذارید. کامنت بذارید ممه. نه استارت خوبی نیست. پاندا نیست، استاد پاندا، که بهتون یاد بدم چجوری میتونی زندگیتون رو به دست بگیری. شوخی بود ولی اگه دوست داشته باشی با کمال میل میتونم هر چی که تا الان یاد گرفتم راجعش صحبت کنم، چون که ترک مجازی مشکل واسه من بوده و هست، ولی کلی استراتژی چیز جالب یاد گرفتم که بتونیم مجازی رو بذاریم دور. میدونی راجعش چی دارم صحبت کنم. دقیقه مهم هم نیست چند سالت باشه، همیشه همین 70% چقدر میشه؟ پشمام ریخت. چجوری ساختن همچین چیزیو؟ آنلاین این شکلیه دوست من، آنلاین. حالا اگه آدم لات باشه برعکس، دقیقا همیشه برعکس. اکیپای رفیقای دانشگاه اگه یه دونه آدم مادر خراب رو کسی کراش نمیزن. دقت که تو اکثر مواقع خیلی از دوستی ها به خاطر دختر خراب میشه. بده، خیلی بده. من نظر بیولوژیکی میفهمم، از نظر منطقی نه. وقتی بابات میگه زود بیا خونه کارت دارم. من یه فیلتر گرد و غبار برای جار برقی میخوام. فقط لجندا میفهمن. کش بالا مدل 60 میتونین کمک کنین. لجندا فقط میفهمن. میبرم. چقدر خیته؟ خیلی خیته. آره آفر تی بگ بازون درد میکنه مامانم. باور کنید همه چی رب داره به این عوضی. مامانا درست میگن، همه حرفشون درسته. داداشت بهت میگه کراش، کراشت بهت میگه داداش. نه
سلام حسین پسرم، بگو ببینم امروز برای چی با پسر همسایه دعوا کردی؟ سلام بابا، میام خونه میگم چی؟ از یه کپی بگیر بیای خونه اصیشو پاره میکنم. به خدا گفتم بیام خونه میگم. نه بابا انگلیسی ضعیفه. هر پسر تو زندگیش حداقل یه بار از سر دل خواسته اون گربه سفید توی کارتونای تام و جری رو ببینه. فکر کنم چیز مثبت از توش در میاد. وقتی موقعیتت انقدر ریده که حتی تو ردیت و صفحه ده گوگل هم راحت پیدا نمی‌کنی. نه خوب پیشرسمش. یه سری مشکلات واسه آدم پیش میاد که اصلا نیست، اصلا تو اینترنت وجود نداره. هر سرچ کنی چه مشکل جدید و عجیبیه. من گفتم بس کن خودشو بی تربیت خسته. داداش ماشین تو بفروش با پولش عروسی بگیر، با کادو سر عقدت پولدار میشی. آره باور کن ایرانی ها اگه وضعیت اقتصادی خوب بود لاکچری ترین زندگی رو تو کل کره زمین میداشتن. غمگین ترین آدم بوشهر بندر عباس، کوچکترین سگ سرابی، بیکیفیت ترین انار صحبه، معمولی ترین مکانهای مازندران. دقیقا این درسته. 1394 بازم خوش قیافه است زن سری. واکنش نه بابا اینو نگفت که بسه. لاشی ها رو فیده میکنم گفته باشه. هرسی که بچه های مردم بردن، حالا ما سر و بالا خونه رو دیوار آبرو تو زنم تو دیجی کالا ترسم و بغل بگیرید مثل کوالا. تو تو پوری اگه با هم چوف بشن نب فرسی میرسه اونش بسد من تو کودکی زن و بنده گات پوری با رمز رنگ و پوری شدن جفته هم اون به موسیقی تو مصری بوم رد تو میم خال تو رفی اون میخواد پشت من که خال از سمیم کنن یا خوش بده باز کنی سجده که اون داده تورنگه در قندونم بیس ساله هیز تورنگه کلمات آتیشی پانچان تو بنده یه دختر که پوستش تیره است، اون که بلونده میگه پشما، برعکسش دختری که خیلی کلش سفیده، اون که بلونده میگه نه ولی مرد که پوستش تیره است پشماش میریزه. درسته چیزی رو میخوان که ندارن. آره نه یه خورده گذاشتمش تو سناریوهای مختلفی دم جوابه. حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم. آره دوستت دارم. نه نمیخوام به من یاد نده، پس پسرای مدلی خوشم نمیاد. دلیل علمی داره اگه نمیدونی چرا. چون مردی که کلی دختر دورشه به احتمال خیلی زیاد مرد با ارزشی ژنتیک هم چیزی فکر میکنه. اینو امروز دیدم، بعدش هم میگفتم که خیلی ها هستن که شاید از همین جاها باشن مستقیم یا غیر مستقیم، فقط خجالت میکشن نشونش بدن. دختره فقط اینجوری با افتخار چیزی که هست و نشون داده. پسر که دختر عاشقش میشن پولانه اصلا پسر خانواده دار چی؟ به هیچ شما پسر که عاشقت باشه میخوام شکا پسر قد بلند دیگه. آره این دیگه همون هم نه پس چی؟ پسر چی؟ میخوامش نه نرمال عجیب نیست عجیب نیست همونقدر که ما از این چیزی که الان دیدیم خوشمون میاد همونقدرم عادیه که دخترها پول دوست داشته باشن قدرت. حالا قد بلند گفت نه ولی از پسر لاشی هم خوشم نه لزوما لاشی کسی که کلی دختر دور شه. چرا؟ چون که از نظر ژنتیکی و دلی خیلی خفنه که تونسته این همه دختر دور خودش جمع کنه.
ایرانی کارو بگی داداشی کارو بگی با تو عوض کن اگه یه موقع ما رو دیدی کارو بگی گاد شدن همه یعنی باهوشن کسایی که فهمیدن دنیا عوض شده با تو مجازی فعالیت کنی واسه اینکه بیزنست بگیره کارو بی خیال ادیتو بگیر واقعا بلایا بسات علی وقتی میگه ای توی آلمانی تلفظ کنی I just got back from getting my hair cut. This is what I was going for. This was my hair 2 months ago. میگه قبلا این شکلی بودم قبل از اینکه بره آرایشگاه Hair covering up my receding hairline, and this is my hair now. What is that? What is that? چرا این شکلی شده؟ I think you didn't like me. I'm trying to cover my receding hairline. فکر فقط من تو فکرم شبیه هیتلر شده نه خیلی ها این فکر رو داشته. عکس اولش. یو دور بچ میگه. اوه سو کیو لباسش. این اورجینالش بود حالا آقا ایتور آهنگ مخصوصو بذار روش لذت بردی دختر زیر 30 سال بپرسن دختر بالای 30 سال این پایین جواب بدن برمیگشتی به 20 سالگی چه کارهایی رو جایگزینه چه کارهایی میکردی این که تا 30 سالگی ازدواج نکنی حس بدیه؟ نه اصلا نه خیلی هم خفنه فکر کن اکثر دوستان اطرافیان ازدواج کردن و حسرت و آزادی و مستقل بودن تو رو میخوره تو ایران آره تو ایران واقعا خیلی زندانیه نه حتی میفهمه چه کار درستی کردی و عجله نکردی دخترها چنل شما نظرتون چیه موافقید یا مخالفید بچه دار شدن یا نشدن مسئله اینه قطعا بچه دار شدن شاید خیلی قبول نکنن اینو ولی یکی از مهمترین چیزایی که یه زن توی زندگیش داره مادر شدنه از نظر بیولوژیکی منش خصوصا بچه دار شدن ولی کلی گفتم چیزی که من مطالعه کردم من تعلیم این بود نظر شما چیه؟ پی او بی اکسایی که مامانم از من میذاره پروفایله گل پسرم خوشگله مامانی آه سو کیو بگاه ایگی کوری کوری وان چک سات کاس سبب کاس بلان کاس گونی گونی وایت لایک وات بای کال می ندیده یه ایران مثل ما چه به شما نمیاد اولش فکر کردم خارجیه بعد فهمیدم ایرانیه گفتم آهنگ خارجیه چرا اینجوریه حرفای فارسی میزنه حرفای بد میزنه آها یه ضرب المثل میگم کاملش کن آدم عاقل از یه سوراخ نمیگذره برو خاک تو سرت از سنت خجالت بکش زبونش چی نظرت امشب بزنیم بیرون نمیتونم امشب برنامه دارم خیلی خب من میرم تو اتاقم فریستایل بخونم برو رفاقت ها دیگه بوی شاش داره حاجی امشب بزنیم بیرون ندادا کار داره ریدم پس سر نمیدونم چرا یاد شایی افتاده ربطی نداشت ولی یاد اون افتاده با زیدم میرم بیرون برو من که راجب تو نمیخوندم این یه چیز دیگه است اصلا آه من حس کردم راجب صحبتمون داشتی میخوندی بچه شدی من با تعارف دارم نه نداری حیوان همین الان اومد تو اتاق با اون لباس آبی بیریخته گشاد که چی فقط بگه با زیدم میرم بیرون گم شو بیرون بابا پسره یا آویزون همه میدونن که سینگلی بدبخت میای میری فقط بلدی کارت بدی تف رفیق این ساختمونو میبینی؟ فکر کردی میخوام بگم تو کونت؟ نه این تو کون میتونی حدس بزنی چه محصولی دستای منو اینقدر صورتی کرده؟ بله چیزی نیست جز صورتی کننده معروفمون که واسه همه جا قابل استفاده است. از فردا پول تو کارشناسی رنگه. 4 سال شیدم فهمیدم باید بیام کامنتا رو بخونم. اونجایی که گفت استفاده برای همه جا فهمیدم با کامنتا رو باز کنم. ترجیح میدم مشکی بیرنگ سواشم تو صورتی رنگدار. توجه داشته باشی جای تیره بنفش میشه نه صورتی. راست میگه. کنسل. کیفه؟ مامانم میخواد یک از من استوری کنه مادر همشی نمیدن خوشبختان مامانم خیلی اهل استوری و این چیزانی نمیدنم چی میگن ولی حق با توتی هست فای باسه فای فای باسه فای باسه سی نو ادیانتا چه چی نگاره کمه که هگه سلوار زده کارشو خراب کرده نو گریتا کمیگو Olha, cara. O bico. Para de negar dirza. Escuta só. Eu não vou falar mais. میخواد بحث عوض کنه. Ele não assume. Ele não assume.
Olha, Bicudo. Eu não sei. Eu não قشنگ میفهمی اتفاق بد واسه شفته داره قربتی وازده میاد نقش آقایون در مهمون داری چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ خواهد دقل بگو چیکار کنه؟ مامانم وقتی میفهمه که یه خونه رو گم کردم ده حق من نسیته في البيت لا تقول لي ضيعته لا لا نسيته في البيت نسيت اخذه معاه ضيعته سرق البيت ترایپاد دوربینش امیر جانم دستت رو بذار قلبت خب قلبت میتپه آرایزم میشه قلبت تا وقتی که میتپه برای من باشه با توجه به اینکه خیلی رضا رو میشناسی به نظر اینجوری بهش رخواست بدم قبول میکنه امیر نه و اینجا بود که امیر تبدیل شد به یه امیر واقعی سلام استاد من کریمم من یادتون میاد دست راستم شکسته بود چما نتونستم مشق بنویسم به به آقای کریمی بله یادم میاد شما رو چی شد بعد 7 سال یاری کردی از ما هیچی میخواستم بگم من دست چپ بودم پشمام بلاک کریمی منم دست چپم خیلی خوبه همجوری میرم پیش مردم رندوم عکس میگیرم همینقدر جاندارای ساده ایم اولش پشواشو میریزه دوست داشتم تو آلمان اینو تست کنم با آلمانی ها ولی حوصله یه افسردگی دیگر ندارم چه خبر بودی؟ یه نخوابیدی هنوز سم ریدر ریدری بی ناموز خوابای من مشکل داری مشکل داری بی ناموز ما داریم نوشته رو سینه‌اش بله این که ما اینا رو از کجا ما در بردیم کجا ببرن شما رو اینا کی تو رو فرستاده ها میکروفون بهت بس کردن داری برام پاپوش درست میکنی تو چه مرگت شده میکروفون مخه تو اجاره دادی دو تا حالت داری یا اینکه انقدر بهت پیشنهاد ندادن میگی وات دی فاک یا اینکه از طرف دوست دخترت اومد واسه شما احتمال کدوم مورد نه بابا زندگی تو ایران اونقدر هم سخت نیست رضا 19 سال عزیز است فکر کنم فقط ایرانی ها هست که انقدر به غم و غصه خودشون میخندن پیج زیر عکسای تالو نشده از سلبریتی های معروف رو استوری میکنه متاسفم هیچ تبلیغاتیه پیج شیر وضعیت کلاس زنگ دینی انا الذي سمتني امي حيدره برغام آجام و صلاح الدین فیلمش خیلی خفنه این عیده اگه واقعا قد میتونیم خفن باشیم چرا که نه کام آن بشین و تماشا کن وای رفیقم که فکر میکنن قراره با هم بریم جهنم من که یواشکی نوازی خونه در سویس نمیش رفیق دیگه میدونستم چی بخواد بگه من خفن شده بزرگتر افتخار برای بشه نه محصه الان تو اتوبوس هم بازش کنم اکثر رو نرسیدی خونه تو اتاق تنها بازشون کنم از شما دعوت میکنیم به قیمت سکه و طلا در معاملات روز گذشته بازار تهران توجه فرمایید. هر سکه تمام بهار آزادی دیروز در بازار تهران به قیمت 608 هزار ریال عرضه شد. همچنین نو وی و ربع سکه بهار آزادی دست جمهوری اسلامی درد کنه. شاید واسهتون جالب باشه این صف صعود به قله اورست است. و هزینه صعود اورست 2 میلیارد و 350 میلیون تومان.
یپ. ولی کسایی که میرن شما بهشون پول جونتون رو میدید. داشتم چند وقت پیش عکس جنازه هاشون نگاه میکردم، اونایی که یخ زده بودن مرده بودن یا بدنشون نکشیده بود یا هر چیز دیگه. زیاد پیش میاد که آدم بمیره اونجا، ولی خب اینم هست، خیلیایی که میبینن نمیتونن همون اول برمیگردن. زنه که مرده بود که تو مغزم مونده رسیده بود، یه خورده خوشحالی کرده بود، اکسیژنش تموم میشه، یه 300 متر پایین‌تر از نوک قله میافته میمیره. یکی شو داشتم نگاه میکردم، کسایی که پول میگیرن ببرند بالا، 54 بار تا الان رفته بالای اورست، 54 بار. اینجوری که فهمیدم خیلی از این اسکلایی که میخوان برن بالا آمادگی جسمانی ندارن. من فکر کردم همشون لجندن از نظر آماری جسمانی، ولی انگار اینجوری نیست. خیلی ها خولن، فکر میکنن همینجوری میتونن بلند شن برن بالا اورست. شب تو آسمون ما هم خوابیده نهافی از عرب. نه نمیشه سن پاندا. سخته بخوای بگی رو کدوم شرط ببندی بهتره، ولی من میگم گراز با شاخ میزنه جیر میده. شما چی میگید؟ تو کامنت ها بنویسید. یه اتمی بزنن حالا خوب میشه، یه اتمی بزنن موقع آدم بهتره. همین دشمن ها، همین جمودان کابوس این روزای دخترها. وقتی این روزا میرن بیرون، یادتونه توی فیلم قدیمی بهتون گفتم جمهوری اسلامی انقدر شل کر عجیبه یه پلنی دارن واسه رای گیری؟ خودم حدس زدم که به خاطر رای گیری شل کردن، ولی الان میبینیم که بعد از رای گیری صفر کردن و بدجور دوباره دارن گیر میدن. فازشون چیه من نمیفهمم. سگ پیارنواز از شما درخواست ریپلای مرامی دارد. مرامی کامنت بذارید. فکت، اکثر خانواده ایرانی بچه که داره از افسردگی میمیره، پدر مادر ولش کن بالاخره سر عقل میاد. آره حتما. چه ادیتی؟ Tell me first what's the name of the car. Should we ask her? So what's your name? My name is D. And what does D stand for? D stands for digital emotional experience. D, wow. How come you don't have any side mirrors? I don't need side mirrors because I have cameras. But do you need a steering wheel? I do need a steering wheel. I have a most excellent steering wheel. Would you like to see it? Sure. Can you open the door? پاشمو. اینگه آدم واقعی داره حرف زنه. از این سنگ توالت منحرف بنشینید. نه نه. خودتون رو کج بکنید یعنی چی؟ یعنی اگر سنگ توالت شما مثل این خودکار. No way. مقایسه خوبی بود. شما یه مقداری از این قبله بروم در باراترین عد ممکن باراواز باراواز خودتو تکون بده بچه خوشگه بگو باراواز باراواز تبید گر آفری زحمت کشیدی آفری. میدونید همین الان این تبلیغه رو احتمالاً زیاد همتون دیدید، اگه ندیدید چشم و دلم روشن. این چه یاریه؟ چیکار داری می‌کنی؟ دارم تو گوگل دنبال آهنگایی که تو اینستاگرام شنیدم می‌گردم، ولی حتی اسمشون هم نمی‌دونم. یعنی هنوز نسل شمایی که از گوگل آهنگ دانلود می‌کنید منقرض نشده؟ الان دیگه همه اپ ملودی فای رو نصب می‌کنن و موزیکای معروف و راحتون تو پیدا می‌کنن. چه جوری ملودی فای رو نصب کنم؟ بیا بهت بگم، کافیه روی لینک کلیک کنید. این تبلیغ همه جا اومده. سوالی که واسه من پیش میاد، اگه اپای دیگه میتونن پولساز باشن، چرا اولینشه که داری میبینی و انقدر تبلیغ داره میده به همه پیجا؟ یه تئوری توهم توطئه‌ای زد تو مغزم، گفتم شاید جمهوری اسلامی ساخته داره میده دست ملت که شونوت کنه. بهم بگید فقط من پارانویدی نیستم، ولی عجیبه. دویدن هم همینجوری. داداش قول بده به کسی نگی، تنها انیمه که دیدم زندگی انیمه. وقتی پنجره داره طول آفتابو تماشا میکنی یا متوجه میشی خورشید داره از غرب طلوع میکنه. ساعت 2:30 شبه. امیدوارم هیچ وقت همچین اتفاقی نیفته، هیچ وقت. بچه‌ها مبادا از قیمت دلار بترسینا. الرزق و رزق خدا روزی من و شما رو جمهوری اسلامی جداه، دین جداه. اینو بفهمید احمقا. نه ببینید من چه حسی دارم. امیدوارم کسایی که میگن کسایی نباشن که رو هم چیز کلیک بکنن، ولی جواب
شبکه‌های خبر وقتی می‌بینن ایران با اسرائیل وارد جنگ شده. یه چیز خیلی جالب خواهر یکی از دوستام داشت میگفت، بحث اقتصاد آلمان شد که واسه خیلی از شرکت‌های بزرگ شاید مشترک هم شده باشه، خیلی از شرکت‌ها دارن میرن از آلمان، نه فقط از آلمان، از اروپا دارن میرن. گفت که تنها چیزی که نیازی جنگ اینجا بودن که جنگ، گفت که پول توشه، چند تا کشور بیافتن به جونم، بعضی از کشور از دور بشینن با فروش اسلحه لذت ببرن، پول در بیارن، براشون مهم نیست واقعا جون آدما، واسه هیچ کس مهم نیست. بتمن صدای لیتلر جوری که به اون دختر بچه 12 سال نگاه میکنم بعد از اینکه گفت امیدوارم جنگ بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا کنه تا مراسم تعطیل شه. من فکر کنم کلن یک بار یا دو بار دیدم، شما چند بار دیدید؟ یاد آدم نمیمونه، من کلن حافظم مایگولیه ولی اینو یادم. خیالی بود پشمام، فقط لجندا میدونن مال کدوم فیلمه، تو کامنت ها بنویسید. فیونا حتی این شرکه ادیت سمی شبی شرک نیست هست؟ کیاره فقط با اینجوریام توی یکی از فیلم‌ها داشتم برسی می‌کردم اینجوری دیدم که دوباره از اول نفهمیدم چی گفت. یه مرد جون برای سادگی هم به خاطر اینه، من از گرگ می‌ترسم. دیر وقت داله دته ایش ما چه مخلوق زیبایی، بهش بگی به نظر شما بعد چند وقت باید با پارتنرتون رابطه جنسی داشته باشیم؟ خوششون ساختم. مثلا رابطه جنسی فقط با شوهر. یعنی تو رابطه جنسی نداشتین اصلا؟ نه من جرأت داریم فقط بعد ازدواج. تو که راستی. هر موقع که اوکی بود. هر موقع که تو این مدت چیکار کنیم؟ ثانی اول بده بزنیم. بالاخره یه جوری هست دیگه، یه جوری مسئله رو حل می‌کنیم. دیگه بعد دو سه روز. دو سه روز کم نیست به نظرتون؟ دیگه نیاز دیگه باید قبول کنیم. به نظرم بستگی داره دیگه، با یه نفر شاید هفته اول، با یه نفر شاید بعد یه سالم تمایل نداشته باشم. دیگه نهایتا بین یکی دو روز. یکی دو روز یکم کم نیست به نظر. واسه پسراست یکی دو روز یک عمره. من تو 4-5 رابطه آخری که داشتم هم اینجوری بوده. بعد راز موفقیتتون میشه به من بگی؟ ببین داداش تو اگه بخوای با هر دختری رابطه برقرار کنی 4 تا تکنیک ساده رو باید یاد داشته باشی که بتونی رابطه سالم. به تبلیغ بود. پشمام شاکار نولان، این حجم از زیبایی واقعا تحسین برانگیزه. خوش به حال همایون. این کیه؟ زن کیه؟ چرا شبیه شرکه؟ شاید خوش خواسته خودشو شبیه شرک بکنه، فکرشو بکنی نمیخواسته خودشو این شکلی کنه. نه غلام چی خواد؟ میدم به خودم چاوال. من کشیدم، من چه خواهیاتو کشیدم نسنس. حالا اشکال نداره، بیا سرشو ببوس. خوب نبود؟ من اگه نفهمیدم چی شد اصلا خوب نبود. فقط جیغ زدیم. 5 روز مونده تا ایدی راه کار بده تیبامو تبدیل به بنز کنم. دم میدینیم همه. خلاصه اتفاقات جنگ، اخبار تلویزیون یه گودزیلا، اخبار توییتر یه دونه اجدهاه، اخبار تلگرام کروکودیل. اتفاقی که واقعا افتاده، من گفتم شاید 2-3 هزار تا موشک فرستادن، 300 تا بود کلا. خوب شد ادامه دار نشد. یعنی جنگ بده، جنگ خوب نیست. یه مرد اگه سرش بره فشار میده تا تهش بره. مادرچی ما باید از این کل ما بگیرم از دارا درام سنگامو بی سر بیا پاد سنگام ما اکشم بچم بی خوابی یا وات دو تو یکی بیار من دو
تا میارم. سلطان زید بازی کرج و تهران منم، برند عشق و عاشقی منم، پادشاه ایران منم، اینم ملک آمد. کسی که عاشقش به خاطر پول اصلیش نه 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 چرا 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 از چی نایده بوده. وقتی داری به میم و جوکای ایران اسرائیل میخند که یه اون نصف شب خورشید رو تو آسمون میبینی. دلبر شیرین مهربون یارم از کنش از این